سلام بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه به آموزش درس پنجم کتاب Vocabulary for IELTS خوش اومدین من عبول فصل هستم و در این ویدیوی آموزشی میخوام مبحث Student Life زندگی دانشجویی رو بهتون آموزش بدم قرار که با همدیگه در مورد Study, Education و Research یک سری کلمه عبارت و جمله یاد بگیریم که بتونید از اونها در سپیکینگ و رایتینگ آیلستون استفاده بکنید فکر میکنم که این مبحث یکی از مباحث پرتکرار در آزمون سپیکینگ و رایتینگ آیلس باشه من مثال های زیادی رو دیدم در کتاب های کمبریج آیلس که موضوعشون student life, study, education و یا research هست بنابراین اگر که این درس رو خوب یاد بگیرید میتونید پاسخ بهتری برای سوالات مرتبط با این موضوع ارائه بدید اگر که تا الان دنبال کننده من بودید در کانال یوتیوب ازتون ممنونم اگر این اولین ویدیویی هست که در کانال من میبینید بهتون خوش آمد میگم امیدوارم که ویدیوهایی که در کانال منتشر کردم و در آینده منتشر خواهم کرد برای ارتقاء دانشتون و آماده کردنتون برای آزمون آیلز خیلی کمک کننده باشه لطفا تا پایان این ویدیو با من همراه باشید اگر که در کانال من سابسکرایب نکردید هنوز لطفا در کانال من سابسکرایب بکنید لایک کنید کامنت بذارید و اون دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید تا بعد از انتشار هر ویدیو نوتیفیکیشن برای شما بیاد و ویدیوهای بعدی آموزشی رو از دست ندید من قبلا در کانال تلگرام این رو گفتم اینجا هم بهتره بگم بعضی از شما ممکنه در جریان باشید تصمیم گرفتم که علاوه بر ویدیوهای آموزشی که در کانال یوتیوب منتشر میکنم فایل صوتی آموزش ها رو هم در کانال تلگرام و گروه های آموزشی مرتبط منتشر بکنم چرا که این روزها با توجه به وضعیت اینترنت و اینکه وی پی این ها معمولا وصل نمیشن یا اگرم بشن سرعتشون خیلی پایینه خب دسترسی به آموزش های کانال من خیلی سخت شده بنابراین انتشار اونها در تلگرام میتونه برای کسایی که به یوتیوب دسترسی ندارن کمک کننده باشه اما خب اگر که کماکان به اینترنت و وی پی این خوب دسترسی دارید ازتون درخواست میکنم که ویدیوهای من رو در کانال یوتیوبم دنبال بکنید من حتما لینک کانال تلگرام و گروه های تلگرام به اضافه یه لینک فایل گوگل داکس که الان در ویدیو دارید میبینید رو در قسمت توضیحات قرار میدم اگر که دوست داشتید حتما میتونید با رفتن به لینک فایل گوگل داکس فایل رو در لپتاپ کامپیوتر و یا گوشیتون سیو بکنید و همیشه بهش دسترسی داشته باشید حتی هرچند توصیه نمی کنم ولی خب اگر که دوست داشته باشید میتونید که فایل رو پرینت بگیرید و موقع دیدن ویدیو و یا گوش دادن به فایل صوتی از فایل پرینت شده استفاده بکنید Uh, یه نکته دیگر رو هم بگم که uh, توی این مدتی که درس های یک چهار رو من در کانال منتشر کردم بعضی از دوستان یک سری سوالات و دقدقه هایی داشتن در مورد یادگیری لغات که من حتما به اونها پاسخ میدم تصمیم گرفتم که در ویدیوی بعدی ویدیوی ششم uh, به این مسائل پاسخ بدم درس بعدی کتاب مستقیما وارد درس ششم نمیشه و قبلش یک درسی داره برای ریویو کردن کلمات و عباراتی که تا درس پنجم یاد گرفتید من در ویدیوی بعدی حتما اون درس ریویو رو براتون توضیح میدم و علاوه بر اون به یک سری از سوالات و دقدقه های شما هم حتما پاسخ میدم خب نکته خاص دیگه ای وجود نداره بیاین با همدیگه بریم سراغ مبحث student لایف و ببینیم که این درس قراره که چه چیزهایی رو به ما آموزش بده درس پنجم صفحه 26 کتاب هست Study Education and Research این رو هم بگم که من این مدت این مدت خوردم اگر که صدای من خیلی خوب نیست ازتون اذخواهی از میکنم ممکنه که در حین زبط بعضی جا سرفه بکنم تمام تلاشم رو میکنم که این کار رو نکنم ولی به هر حال پیشا پیش ازتون از, از خواهی میکنن. خب صفحه 26 میاد و با مبحث استادی شروع میکنه یه چیزی رو یادم رفت این رو هم بهتون بگم که هدف این درس یعنی هدفی که خود کتاب واسه سیما تنگ کرده اینه که ما در پایان یادگیری این درس بتونیم به اون تست پرکتیس ریدینگ جواب بدیم ریدینگ جنرال هست بچه که ریدینگ جنرال میخوان آزمان جنرال میخوان امتحان بدن خب این خیلی به دردشون میخوره حتما در پایان این درس بعد از اینکه کلمات و عبارات رو یاد گرفتید حتما وقت بذارید و این تست جنرال ترینینگ رو انجام بدید و پاسخاتون رو با قسمت پاسخنامه بررسی بکنید اونایی که درسته که خب درسته اونایی که اشتباه هستند رو حتما وقت بذارید و سعی کنید بفهمید که چرا اشتباه جواب دادید اگر که متوجه نشدید که چرا اشتباه جواب دادید حتما میتونید در گروه تلگرامی مرتبط با کتاب Vocabulary for آیل سوالتون رو مطرح بکنید آدرس گروه تلگرام هم این هست t.me slash youtube vocabulary اساسا هر سوالی که شما داشتید رو میتونید در قسمت در گروه تلگرام مطرح بکنید علاوه بر هدفی که خود کتاب تعیین کرده بچه ها من یک هدف اسپیکینگ هم اضافه کردم و ما در پایین ویدیو قراره که به یک سوال پاسخ بدیم این سوال یک سوال پارت دوی اسپیکینگ هست و از ما میخواد که در مورد یک تجربه یا یک ملاقاتی که در دانشگاه داشتیم صحبت بکنیم که من یک نمونه هم براتون گذاشتم و در اون نمونه سعی کردم از اون لغات و عباراتی که در درس پنجم قراره با هم دیگه یاد بگیریم هم استفاده بکنم قبلا گفتم مجددا تکرار میکنم که حتما برای یادگیری لغت برای خودتون یک هدف تعریف بکنید خود کتاب خیلی وقتا این کار رو کرده مثل الان که برای ریدینگ جنرال اومده یک هدف گذاشته یک تمرین گذاشته و خب من اون قسمت اسپیکینگ رو خودم اضافه کرده بریم سراغ مبحث اول مبحث استادی مبحث درس خوندن 1.1 یک نقطه یک میگه before you read the text answer these questions اگر به صفحه 26 کتاب نگاه بکنید بچه ها در قسمت 1.2 یک متنی رو به ما داده و از ما میخواد که با یک سری کلماتی که خود کتاب به ما داده این متن رو کامل بکنید در قسمت 1.1 از اون میخواد قبل از اینکه اون متن رو بخونیم به این سوالات جواب بدیم سوال اول Do you prefer to study? و هر کدوم از این سوالات هم سه تا گزینه داره. Uh, do you prefer to study at school or college, in a library or at home? ترجیح میدی که uh, توی مدرسه یا کالج یا همون دانشگاه درس بخونی، توی کتابخونه درس بخونی یا توی خونه درس بخونی؟ سوال دوم, Do you study best early in the morning, during the day یا at night? Uh, صبح زود uh, خیلی بهتر میتونی درس بخونی؟ در طول روز و یا در شب و سوال سوم Do you prefer to work uh, with friends uh, with background music و in silence گزینه سوم in silence بچه اینجا کلمه ای work به مفهوم کار کردن نیست به مفهوم همون درس خوندن یه جورایی میگه ترجیح میدی که با دوستات درس بخونی مثلا یه پروژه یه پروژه‌ای داری کار میکنی با دوستات این کار را انجام بدی با موسیقی پس زمینه این کار رو انجام بدی و یا اینکه در سکوت این کار رو انجام بدی خب قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید لطفا ویدیو رو پاس بکنید و خیلی سریع به این سه تا سوال پاسخ بدید مثلا خود من فکر می کنم برای سوال یک Do you prefer to study at school or college in a library or at home من گزینه at home رو انتخاب بکنم سوال دوم Do you study best؟ من at night رو انتخاب میکنم من کلا تمام آنچه که در زندگیم یاد گرفتم رو در شب یاد گرفتم اصولا در طول روز نمیتونم درس بخونم و اینکه آیا ترجیح میدم با دوستام درس بخونم با موسیقی پس زمینه درس بخونم یا در سکوت درس بخونم خیلی راستش به این تا حالا فکر نکردم ولی بخوام یک کدوم انتخاب بکنم فکر میکنم این سایلنس گزینه بهتری برام باشه در هر حال شما هم وقت بذارید و خیلی سریع در حد سی ثانیه شاید به این ست سوال پاسخ بدید اوکی؟ امیدوارم که این کار رو کرده باشید و به این ست سوال جواب داده باشید خب کتاب وارد مبه... قسمت 1.2 میشه و ازتون میخواد که یک سری کلمات رو جایگذاری کنید در جاهای خالی و متن رو کامل بکنید اما به عنوان یک تمرین اضافه من ازتون میخوام که برای تک تک گزینه ها یعنی ما اینجا نه تا گزینه داریم بیاین برای تک تک گزینه ها در حد یک پاراگرافیک توضیح بدید یعنی اگر که مثلا شما سال یک دو پریفر تو گزینه بی رو انتخاب کردید این لایبرری بیاین و در مورد اینکه چرا ترجیح میدید توی کتاب خونه درس بخونید در حد یک پاراگراف یک توضیح بگید یا بنویسید علاوه بر اون به گذینه های دیگه هم توجه بکنید و فرض کنید که مثلا شما ترجیح میدید توی خونه درس بخونید یا ترجیح میدید توی مدرسه یا توی دانشگاه درس بخونید اینجوری میتونید یه مقدار دایره واژگانتون رو بیشتر گسترش بدین و قاعدتا در آزمون آیلز هم عمل کرده بهتری داشته باشید من برای هر کدوم از این هایی که اینجا هستن در حد یک پاراگراف مثال آوردم این مثال ها رو دونه دونه براتون میخونم اگر که عبارت یا کلمه خاصی باشه حتما براتون توضیح میدم و خب من بعد از اینکه توضیحات من رو گوش دادید لطفا حتما پاس بکنید و با استفاده از ایده های خودتون دانش زبانی خودتون و چیزهایی که در هر کدوم از این پاراگراف ها یاد میگیرید سعی کنید خودتون هم یک پاسخ ارائه بدید میتونید این پاسخ رو بنویسید و در گروه تلگرام بفرستید تا من یا بقیه دوستایی که اونجا هستن اگر اشکالی هست بهتون بگن. خب بریم سراغ گزینه اول به فرض که یک نفر گزینه برای سال اول گزینه A رو انتخاب کرد I prefer to study at school or college این به عنوان یک جمله اول هست حالا میخوایم توضیح بدیم من اول پاراگراف رو بخونم کلمات خوبش رو هایلایت میکنم و بعد توضیح میدیم. Studying at a school or college is a personal favorite of mine because I love the energy and excitement of being around other students. Being able to ask questions and work together with my classmates helps me grasp uh, the material better. Plus, having teachers and in instructors readily available for help is a huge plus. Oh, and let's not forget about the libraries and cutting edge technology at my disposal. <سلام> یه چیزی که بچه ها من همیشه سعی دارم به شاگردان بگم به زبان آموزان بگم اینه که شما عمل کرده خوب در استفاده از لغات صرفا یادگیری کلمات جدید و یا استفاده از کلمات دشوار و سطح بالا نیست شما یه چیز خیلی مهمی که باید یاد بگیرید اینه که بفهمید از چیزهایی که تا الان یاد گرفتید و توی ذهنتون هست چجوری در جای درست استفاده کنید این پاراگراف ها اساسا سعیش بر همین هست درسته که یک سری کلمه و عبارت جدید هم داره ولی من فکر میکنم که 90 درصد کلمات که من در این پاراگراف ها استفاده کردم رو شما بدونید ولی ممکنه که به خودتون بگید که ای بابا چرا من از اینا استفاده نمیکنم؟ حواستون باشه که قدم اول برای موفقیت در قسمت وکابولری آزمون آیلز چه در سپیکینگ و چه در رایتینگ اینه که یاد بگیرید از چیزهایی که قبلا یاد گرفتید چگونه و کجا و درست استفاده بکنید به هر حال بریم سراغ پاراگراف اول Studying at a school یعنی این یک ام, چیز مورد علاقه شخصی منه. Something is a personal favorite of somebody. I jump to the hatrah meaning somebody. Something is a favorite. Is a personal favorite of um, of somebody. Because for that somebody, we want to have a favorite. Uh, uh, زمیر ملکی استفاده کنید مثل mine, yours, his, hers, ours, uh, theirs حواستون باشه بچه به این قاعده به عنوان مثال مثلا میگم uh, listening to music uh, while studying is a personal favorite of mine حالا اگه بخوام بگم یک چیز به اصطلاح favorite یکی از مثلا دوستامه میگم is a personal favorite of hers یا is a personal favorite of yours دارم با شما دارم صحبت میکنم اگرم بخوام از اسم اون شخص استفاده کنم پایان اون اسم یک apostrophe اس هم استفاده میکنم for example listening to music while studying is a personal favorite of Maryam's. نه اینکه بگم صرفا مریم اون اپاستروفی اس رو هم حتما باید بیارم خب ادامه بدیم because I love the energy and excitement of being around other students being able to ask questions and work together with my classmates helps me to helps me grasp the material better بچه ما اینجا فعل grasp رو داریم بچه فعل grasp یعنی فهمیدن متوجه شدن یاد گرفتن grasp به خصوص چیزی که شاید یاد گرفتن یا فهمش دشوار باشه میگه که اینکه من با دوستام و هم کلاسیام درس میخونم و باشون کار میکنم باعث کمک میکنه که من اون متریال اون محتوای آموزشی رو بهتر یاد بگیرم پلاس علاوه بر این having teachers and instructors readily available for help is a huge plus دو تا عبارت اینجا داریم بچه ها یکی عبارت readily available هست یعنی آماده و در دسترس اینجوری بهتون میگم یعنی هم که بخوای در دسترسه وقتی میگی readily available یعنی دردسری در دسترسی بهش وجود نداره تا بخوای همون موقع بهش دسترسی داری مثلا شما الان اطلاعاتی که شما در گوگل میتونید پیدا بکنید readily available هست صرفا یه اینترنت میخواد اگه داشته باشید Uh, و کلمه بعدی کلمه پلاس هست خب این کلمه پلاس اینجا uh, هم استفاده شده که اینجا به معنای ادیشنالی هست علاوه بر این ولی خب اینجا به عنوان نون استفاده شده و به معنای ادوانتج یا uh, مزیت هست Oh, and let's not forget about the fantastic libraries and cutting-edge technology at my disposal. خب دو تا عبارت هم اینجا داریم یکی cutting edge تکنولوژی که به معنای فناوری یا تکنولوژی بسیار پیشرفته هست با منظورش احتمالا اینه که وقتی توی دانشگاه یا توی مدرسه درس میخونه احتمالا به کامپیوتر و اینترنت و یه سری ابزارهای پیشرفته آموزشی هم دسترسی داره این آدم که داره از این عبارت cutting edge تکنولوژی استفاده میکنه و عبارت at my دیسپوزل uh, disposal okay. یا بهتر اینجوری بگم بگم something is at my or your or his یا هر صفت ملکی دیگه 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 دیگه, دیگه. یا هر صفت ملکی دیگه, دیگه وقتی شما از عبارت at somebody's دیسپوزل uh, استفاده میکنید این در دسترس اون آدمه پس اینجا میگه Let's not forget about the fantastic libraries and cutting edge technology at my میگه او oh, اینم فراموش نکنم که بگم اونجا یه کتابونای خیلی خوب و تکنولوژی بسیار پیشرفته در دسترس منه در اختیار منه که میتونم ازشون استفاده کنم خب الان لطفا ویدیو رو پاس بکنید و سعی کنید که با استفاده از ایده های خودتون ایده هایی که در این پاراگراف هست نه همه این کلمات بچه ها یکی دو تا از این کلمات هم بتونید استفاده کنید کافیه در مورد اینکه چرا ترجیح میدید توی مدرسه یا کالج یا دانشگاه درس بخونید یک پاراگراف بنویسید خب به این سراغ گزینه B in a library یه نفر دوست داره توی کتابخونه درس بخونه When I need to really focus and get down to business I head to the library The quiet atmosphere helps me concentrate And I love having access to all the books and resources I need. I also find it satisfying to see other students around me all working hard to achieve their goals. خیلی چیزه خسته نداریم in بچه بیچو get down to business, to get down to business, to get down to business. یعنی اینجا business تجارت و کار نیست وقتی شما میگی get down to business یعنی بشین پای کار خب میگه چی میگه when i need to really focus and get down to business وقتی واقعا نیاز دارم تمرکز بکنم و بشینم پای کار i head to the library البته بچا این عبارت to head to a place هم هست حالا توضیح میدم میگه وقتی نیاز دارم واقعا تمرکز بکنم و بشینم پای کار میرم کجا میرم به سمت کتابخونه که این دوتا عبارت و کلمه خوبی هست که در این پاراگراف وجود داره مثلا شما میگی که ساعت هشت صبح بیدار شدم سپونه خوردم و نشستم پای کار خب میگید I woke up at 8 I had breakfast Then I took shower دوشم گرفتم And then got down to business نشستم پای کار حالا ممکنه مثلا میخواستید درس بخونید میخواستید ترجمه انجام بدید میخواستید پروژه ای رو انجام بدید گزارشی رو بنویسید میخواستید ویدیو یوتیوب من رو ببینید هر کاری که میخواستید انجام بدید رو میتونید بگید get down to business بشینی پای کار و از اون طرف هم ما کلمه head to the library رو داریم یعنی عبارت head to the library رو داریم یعنی رفتن به سمت کتاب خونه. تفاوتش با go to چی هست go to a place or to head to a place میشه گفت خیلی تفاوت زیادی با هم دیگه ندارن I'm just نیت پیکینگ صرفا میخوام به اون تفاوت خیلی جزئی اشاره بکنم um, وقتی شما میگید to go to a place um, یعنی اینکه شما میرید, میرید یه جایی ولی وقتی میگید to head to a place یعنی با یک قصد و منظور خاصی دارید میرید uh, به اون سمت okay? uh, میگم در نهایت شاید ما بتونیم به جای همدیگه خیلی جا استفاده بکنیم به خصوص توی انگلیسی آمریکایی خیلی استفاده میکنن ولی اگه بخوایم یک تفاوت خیلی کوچولو رو بگیم اینه که go to a place خیلی جنرال و کلیه ولی head to a place یعنی اینکه برای قصد و منظور خاصی پاشدی رفتی مثلا میگی که um, last night I cut my finger badly and I headed to the hospital یعنی دیشب انگشتم بدجور بریدم و رفتم به سمت بیمارستان به چه منظور رفتم به سمت بیمارستان که مثلا انگشتمو مثلا مثلا پانسمان بکنم به همچین منظور لطفا الان پاز بکنید و با استفاده از ایده های خودتون دانش زبان خودتون و ایده های من و کلمات که بهتون دادم یک پاراگراف بنویسید که چرا دوست دارید در کتاب خونه درس بخونید بریم سراغ گزینه سوم سوال اول اتم خیلی دوستان تو خونه درس بخونن چرا Studying at home is a comfort zone for me. I can control the environment to my liking. Whether that means cranking up the music or taking a quick power nap, I can also take breaks whenever I need to without feeling guilty, which helps me stay fresh and focused. Plus, being in my own space just feels good. خب بیاین با هم دیگه عبارت رو بررسی بکنیم و کلمات رو عبارت اول comfort zone هست ام به معنای دایره امن میگه درس خوندن در خونه دایره امن منه ام شما وقتی از comfort zone استفاده میکنی یعنی اینکه یه ای جای خاصی ممکنه که برای شما Uh, راحت تر باشه دایره امن شما باشه مثل اینجا studying at home is a comfort zone uh, for me I can control the environment to my liking to my liking یعنی اونجوری که دوست دارم میتونم محیط رو اونجوری که دوستش دارم چیکار کنم کنترولش uh, بکنم whether that means cranking up the music to crank up بچه ها crank up یک فریزال ورب اینفورمال هست که به معنای افزایش شدت یک چیزی مثل اینجا میگه میتونم محیط رو جوری که میخوام کنترلش بکنم حالا یا بالا بردن مثلا صدای موسیقی باشه cranking up the music or taking a quick power nap to, to take a nap رو بچه ها میدونید یعنی چی؟ میتونیم از اینجا to take a power نپ هم استفاده کنیم تو take a پاور نپ ببینید بعضی وقتا مثلا بعضی این مدلی من این مدلی نیستم من بخوابم باید بخوابم نمیتونم ده دقیقه یه رو بخوابم بعضی هستن مثلا ظهر که میشه همینجوری که نشستن یه ده دقیقه سرشون میذارن روی موبل ده دقیقه میخوابن و وقتی هم که بیدار میشن کلی انرژی دارن و سرحال هستن به این میگیم تو take a power nap اوکی؟ که معمولا power nap خیلی کوتاهه بین شاید 10 دقیقه 20 دقیقه دیگه ته ته تهش مثلا 30 دقیقه باشه استفاده از کلمه power به این خاطر اینجا استفاده شده که داره میگه خب بعد از اینکه بیدار میشی از این پاور نپ شما انرژی بیشتری داری سرحالتری و میتونی به کارات راحتتر و بیشتر برسی I can also take breaks whenever I need to without feeling guilty which helps me stay fresh and focused plus being in my own space just feels good این که جای خودم باشم خونه خودم باشم حس خوبی به هم داره اوکی الان مجددا مثل دو تا پاراگراف قبلی ویدیو رو پاز بکنید و با توجه با استفاده از زبان عمومی خودتون ایده های خودتون و ایده های من و این کلمات شما هم یک پاراگراف بنویسید بریم سراغ گزینه دومه بریم سراغ گزینه اول سوال دوم اینکه یک نفر میخواد بگه که ترجیح میده که ترجیح که نه یعنی بهترین حالت درس خوندنش صبح زوده چه عبارتهایی میتونه استفاده کنه I'm definitely a morning person I find that I'm most alert and focused first thing in the morning so it's the perfect time for me to get some studying done دو تا کلمه یا عبارت داریم اینجا a morning person یعنی آدم صبح آدم سرخیز مثلا okay. to be a morning person بعضی ها night هستن یا حتی evening person هستن یعنی که توی صبح شب عصر عمل کرده بهتری دارن من خودم night person هستم الان که دارم این ویدیو رو برای شما زبط میکنم ساعت آم، سه و چهل است و من همه ویدیوها ویدیو رو هم تا الان همین حوالی ضبطشون کردم عملا در طول روز اون تمرکز رو لازم برای ضبط رو ندارم پس من میتونم بگم I'm a night person okay. ولی این آدم میگه که I'm definitely a morning person آدم صبح I find that I'm most alert alert بچه یعنی هوشیار and focused متمرکز first thing in the morning so it's the perfect time for me to get some studying done اوکی okay, نوبت شماست با توجه به ایده های خودتون و کلمات خودتون به اضافه این دوتا کلمه که حالا من اینجا گفتم سعی کنید که در حد یک پاراگراف کوتاه اینجا هم بنویسید بچا ممکنه اصلا دست کم نگیرید ممکنه مثلا این سوال سوال اسپیکینگ پارت 1 آزمون آیلتس ستون باشه ازتون بپرسه که دو یو استادی بست when دو یو استادی best? کی میتونی خیلی خوب درس بخونی و شما اگه بخوای بگی که I study best early in the morning قاعدتا میتونی از این ایده ها استفاده کنید تک تک این سوالات رو بچه ها دست بالا بگیرید هیچ کدوم رو دست کم نگیرید خب بریم سوال گزینه دوم سوال دوم بعضی ترجمه میدن در طول روز درس بخونن The daytime is perfect for me I have got plenty of energy and there are plenty of distractions to break up the monotony of studying I feel like I can really make progress during the day. ساده است. کلمه distraction رو اینجا بچه ها داریم. یعنی حواس پرتی چیزی که حواس شما رو از انجام کار ممکنه پرس بکنه. از فعل distract میاد. اینجا کلمه مناتنی رو داریم بچه ها. مناتنی یعنی یک نواختی. یک نواخت بودن. چی میگه؟ میگه که تایم روز عالیه برای من. کلی انرژی دارم و کلی دیسترکشن حواظ پرتی وجود داره که اون یک نواختی درس خوندن رو میشکونه از بین میبره یعنی آدم دوست داره که موقعی درس خوندن هر دفعه هم پرت بشه اوکی خب بعضی میرن کتاب خونه که حواظشون پرت نشه دیگه متمرکز بشینن درس بخونن ولی این آدم میگه که در طول روز که من درس میخونم در کلی دیسترکشن وجود داره هرچند پیش از اندازش خوب نیست موقعی درس خوندن ولی میگه یه سری دیسترکشن ها وجود داره که اون یک نواختی درس خوندن رو از بین میبره plenty of distractions to break up the of okay. نوبت شماست لطفا شما هم یک نمونه بنویسید برای خود بریم سراغ گزینه سوم سوال دوم ات نایت یک نفر ممکنه که توی شب مثل من Nighttime uh, night time is when i really shine i'm less likely to be distracted by other things going on and i find that i can focus for longer periods of time plus there's something satisfying about being productive when everyone else is sleeping خیلی پویتیک به قضیه شاید شاعرانه و قضیه داره نگاه میکنه و یه پارادوکسی هم داره ایجاد میکنه دیگه خب شب درخشیدن خیلی جالبیه uh, really احتمال اینکه uh, با چیزایی که اطرافم هست uh, حواسم پرت بشه احتمالش کمتره. بشه less likely. یعنی احتمالش کمتره. and I find that I can focus for longer periods, periods of time. بیشتر میتونم تمرکز کنم. Plus, there's something satisfying about being productive when everyone else is این که وقتی همه خوابن تو بیداری و productive هستی یک کاری رو داری انجام میدی یک کار مفید رو داری انجام میدی این حس رضایت بخشی برای من. Okay. خیلی از شما ها ممکنه night person باشید. خیلی از شما ها یو uh, you shine at night در شب می درخشین برای همین شاید این ایده رو دوست داشته باشید الان پاز بکنید با توجه به ایده های خودتون و ایده های من سعی کنید که یک پاراگراف بنویسید بعد بریم سراغ گزینه اول سوال سوم with friends studying with friends can be a blast i love bouncing ideas of each other and helping each other understand the material plus it's just more fun to be with other people <laughs> studying with friends can be a blast um if something is a blast that means it is uh, exciting and enjoyable مثلا شما میگی که دیشب رفتی پارتی رفتی مهمونی میگی واسه دوستت داری تعریف میکنی که مثلا نیومد میگی جات خالی خیلی خوش گذشت the party was a blast. خیلی لذت بخش و هیجان انگیز بود the party was a blast. حالا اینجا میگه برخوندن با دوستا میتونه خیلی هیجان انگیز خیلی لذت بخش, بخش باشه I like bouncing ideas off each other and helping each other understand the material. این خیلی دوست دارم این عبارت رو. یک phrasal verb هست. To bounce ideas off somebody. دیدید یه موقع چیزی توی فکرت داری، توی ذهنت داری. میری با یه نفر در میون میذاری که ببینی اون چی میگه. اون چه نظری داره. اینجا میتونی از عبارت bounce ideas of someone استفاده بکنی مثلا دوستت میاد خونه تو میگی چه خوب که اومدی اینجا I would like to bounce some ideas of you یعنی میخوام نظر تو بپرسم در مورد یک چیزی بعد میگی ایده رو بهش و اونم میاد ایده رو میگه مثلا شما میخوای یه بیزنسی راه بندازی یه کار جدید میخوای انجام بدی یا یه تصمیم مهم داری میگیری میگی که well listen to me and I would like to bounce some ideas off you خوش بده به عرف میخوام این مقدار ازت ایده بگیرم اه و اه ممکنه اون ایده هاش رو بگه شما باز ایده های جدید تر داشته باشی و این مکالمه ادامه داشته باشه یه حالت چرخشی ممکنه که پیدا بکنه اون آدمم داره میگه که من دوست دارم ایده بگیرم از هم دیگه از دوستام و خب این عبارت خیلی خوبیه بقیه پاراگراف هم که نکته خاصی نداره الان نمکنه شماست ویدیو رو پاز بکنید و با استفاده از ایده های خودتون و ایده های من سرکنید یک پارگراف بنویسید بعضی دوستان با موسیقی پس زمینه درس بکنند Music is my constant companion and I find that having some tunes in the background really helps me stay focused It helps block out other distractions and makes studying feel less like work دو تا عبارت یا کلمه خوب داریم اینجا um, something is my constant companion بچه این constant companion یعنی همراه همیشگی حالا این میتونه مثلا آدم باشه میتونه یه چیزی باشه میتونه مثلا موسیقی باشه مثلا music is my constant companion my phone is my constant companion این روزا ما هممون هر جا میریم گوشی هم دستمونه دیگه حتی همون هم که میریم ممکنه این گوش، گوشیمون رو یه جا ببریم و بذاریم که خدایی نکرده چیزی رو از دست ندیم بنابراین میتونیم از عبارت constant companion استفاده کنیم در مورد دوست خیلی سمیمیتون هم میتونید استفاده کنیم She my constant companion or he my constant companion هر جا میری با اونی مهمونی میری، کافه میری، رستوران میری تفریح میکنی، سفر میری هر جا میری با این آدم داری میری بنابراین میتونی بگی که مثلا سارا is my constant companion <applause> من خیلی از از خواهی میکنم چند روز سرما خوردم این دارم بهتر میشم ولی هنوز ترکشاش باقی مونده ببخشید <applause> پس constant companion رو توضیح دادم و کلمه یه که اینجا به معنی سانگز آهنگ هست که این که چند تا آهنگ توی بک‌گراند داشته باشم کمک میکنه که متمرکز بمونم بهم هم کمک میکنه که بلاک اوت بکنم بقیه یه ها رو و باعث بشه که کلا درس خیلی سخت نگذره بهم هم نوبت شماست وقت بذارید و یک پاراگراف شما هم بنویسید گزینه سوم سوال سوم این سایلنس بعضیا در سکوت فقط میتونن درس بخونن و من خودم اینجوری نیستم ولی خب بعضی اینجوری هم For me, silence is golden when I'm studying. I need to be able to concentrate fully on the material and background noise can be a major distraction. I find that I can get a lot more done in complete silence. خب چیز خاصی به نظر من نداره این background نویز رو ما اینجا داریم یعنی نویز صدای پس زمینه major distraction یعنی یک پرتی بزرگ برای من و complete silence که بگیم سکوت مطلق سکوت کامل اگر شما هم همچین آدمی هستید میتونید از این عبارت ها و ایده ها برای نوشتن پاراگرافتون استفاده خب امیدوارم که تا اینجای کار با من پیش اومده باشید و بعد از هر توضیح هر کدوم از پاراگراف ها اون پاراگراف خودتون رو هم نوشته باشید اگر که پاراگراف ها، پاراگراف هاتون رو در گروه تلگرام هم منتشر بکنید حتما میتونید از من یا بقیه بچه ها فیدبک هم بگیرید خب بریم سراغ 1.2 میگه که این متن رو با شکل صحیح فعل های زیر کامل کن بعضی وقتا ممکنه که بیشتر از یک جواب صحیح وجود داشته باشه ولی تو سعی کن که فقط یه بار از هر کدوم استفاده بکن اوکی مت متن خیلی ساده ای بچه ها ازتون دعوت میکنم که ویدیو رو الان پاس بکنید قبل از اینکه بخواید جا خالی ها رو بنویسید بدون اینکه کاری به جاها، جاهای خالی داشته باشید یک دور متن رو بخونید و سعی کنید که بفهمید اون ایده اصلی این پاراگراف چیه کلا برای هر سوال جای خالی چه توی لیسنینگ آیلز چه توی ریدینگ آیلز یک پیشنهاد خوب میتونه این باشه که ما قبل از اینکه بخوایم جواب بدیم کل اون تیکر رو کل اون پاراگراف رو پاراگراف رو یه نگاه بندازیم ببینیم که کلا موضوع در مورد چیه بعد سعی کنیم که جاهای خالی رو پر بکنیم الان لطفا این کار رو انجام بدید اوکی مرسی انجام دادیم بیایم بریم سراغ کامل کردن جملات با یک کدوم از این فعل ها ویدیو رو لطفا پاز بکنید به خودتون زمان بدید پنج دقیقه ده دقیقه به خودتون زمان بدید و با استفاده از این کلمات جاهای خالی رو کامل بکنید بعد از اینکه این کار رو کردید ادامه ویدیو رو ببینید خب امیدوارم که این کار رو انجام داده باشید من کلش رو تایپ نمی کنم صرفا متن رو می خونم و اون کلمه صحیح رو اینجا می نمیزم. Even the most studious among you will probably have difficulty studying at some stage in your academic career. If um, If or when this happens, the only way to overcome this problem is to go back to basics. As we've seen, the "overcome" overcome yani قلابه کردند. To overcome a problem, to overcome a challenge, مشکل رو حل کردند، قلابه کردند، چالشی رو آدم بیش فائیق اومدن. یعنی چنین چیزیم فکر میکنم میگن توی فارسی. Overcome کلمه کلمی خوبی. First make sure you have a comfortable environment to study. To study in. Some students need to have a quiet space to themselves and can't concentrate or study. اینجا هم میتونم از کلمه concentrate استفاده کنم هم میتونم از study استفاده if there are too many distractions, others need some sort of background noise, such as music or the company of friends. Such as the company of friends, in other words, a company of friends. They need background noise. They need, for example, like music or that their friends are with them, are with them, Whatever your personal preference is, you need to organize this first of all. In other words, organize uh, you need to organize this first of all next make sure you have all the equipment or tools that you need for example if you are taking or studying a geography course you can it as taking as studying if you are if you are taking or studying a geography course and you have to learn about countries and their capital cities then you uh, then you will need to have your atlas to hand if you are doing your math homework then be sure to find your calculator ruler protractor and compass before you start perhaps you're not preparing a homework assignment or project but are trying to revise for an exam revise if so you need to know exactly what is on your curriculum you should also review review your notes and make sure that you have a clear understanding of what your lecturers have taught you in teacher teach taught taught of course, people with a learning disorder such as dyslexia may need to work harder than others at their studies as they often struggle to read even relatively simple texts. اختلال یادگیری دارن learning disorder دارن مثل دیسلکسیا بچه دیسلکسیا یک جور اختلاله که کسایی که نمیتونن متن بخونن یعنی اونجوری که ما کلمات و حروف رو روی کاغذ میبینیم اونا جور دیگری میبینن ما بهش میگیم دیسلکسیا و خب میگه که اگر که دیسلکسیا داری حالا ممکنه بعضیا شدتش کمتر باشه بعضی شدتشون بیشتر باشه خب باید بیشتر باید تلاش میکنه anyway اینها این کلماتی بودن که ما در کامل کردن این متن ازشون استفاده کردیم باز میتونید ادامه بدید بچه ها و برید سراغ قسمت 1.3 و 1.4 و همینجور برید تا آخر درس اما من پیشنهاد میکنم که یه ترمز کوچیک بزنیم اینجا و ازتون میخوام که بیاین و به یک مشکل درسی که در دانشگاه الان دارید یا قبلا داشتید فکر بکنید و بیاین با استفاده از همین کلمات بسیار بسیار ساده و ایده هایی که توی این پاراگراف هست در موردش صحبت بکنید من یک مثال اینجا براتون گذاشتم در قالب سه تا پاراگراف و با تجربه اینکه آموزش در مورد آموزش لغت هست اینجا یه نفر داره در مورد اینکه چرا یادگیری لغت براش سخته و چطوری لغت یاد میگیره داره صحبت میکنه و از اون کلمات و عباراتی که بالاتر بود از بعضیشون یا همشون داره چکار میکنه استفاده میکنه من میخونم یک بار از روش شما هم نگاه بکنید هم گوش بدید I have always found learning new vocabulary to be a challenging task however Over the years, I have discovered a few strategies that have helped me to concentrate and organize my study time, allowing me to effectively learn and revise new words. To start with, I do my best to take a structured approach to learning, breaking down the vocabulary into smaller sets and working my way through them. When I come across words that are difficult to remember or understand, i try to teach myself using various techniques like repetition or visualization <coughs> but even with these techniques there are times when i struggle to overcome the obstacles in my path when i find myself in such a situation i remind myself to stay motivated and persistent persistent in my efforts Knowing that I can eventually overcome any challenges that come my way. As I progress, I review and revise the words. I have already learned to ensure that they become a part of my long term memory. I do this by using a variety of review techniques, such as practicing with flashcards, writing sentences using the words. Or incorporating them into my daily conversations. In conclusion, learning new vocabulary requires patience, concentration, and perseverance. By organizing my study time, taking a structured approach to learning, and using various review techniques, I have been able to build my vocabulary and developed skills to use the words I know in the right way. While it can be a difficult task, the rewards of being able to communicate effectively in a language or a subject make it all worthwhile. خب. بچه فکر میکنم همشون قابل فهم بودن. اینجا که این کلمه ارگنایز رو خود گوگل داکس از من اشتباه گرفته به خاطر اینکه که سیستم گوگل داکس روی امریکن انگلیش هست. اگر نه شما هم ارگنایز رو با Z هم با S میتونید بنویسید. من حالا درستش کردم که روی مخ نباشه این خط قرمز که زیرش کشیده anyway فکر نمی کنم که کلمه خاصی یا عبارت خاصی باشه که بلد نباشید قاعدتا اگر که دارید این کتاب رو میخونید باید بتونید این متن رو already بفهمید ولی دوست دارم که بشینید وقت بذارید و ویدیو رو پاز بکنید مجددا پاراگراف ها رو بخونید و ببینید که از اون کلمات چگونه استفاده کرده و از کلمات دیگر چگونه استفاده کرده من فکر میکنم 95 درصد شماها وقتی که این متن رو میخونید هی با خودتون میگید که ا ای اینا این رو که منم بلدم پس من چرا نمیتونم ازشون استفاده کنم یکی از دلایلش عدم تمرین کافیه یکی از دلایلش اینه که شما کلمات رو صرفا حفظ کردید لیست لغت گذاشتید جلوتون و یاد گرفتید هیچ وقت اون پترن کلمات رو یاد نگرفتید ام، ننوشتید صحبت نکردید فیدبک نگرفتید خب از اون دعوت میکنم که وقت بذارید این ستا پاراگراف رو خوب تحلیل بکنید بعد شما هم بیاین یک مشکل درسی مثلا شما دانشوی رشته روانشناسی هستین و با یک مشکل درسی برخوردید در موردش صحبت کنید یه نفر دانشوی رشته ادبیات انگلیسیه و میخواد در مورد اون مشکل درسی صحبت کنه یک نفر دانشوی پرستاری یا پزشکیه یه مشکل درسی داره مثل مثلا حفظ کردن اسم بیماری ها و اسم مثلا ویروس ها و باکتری ها و اینجور چیزها که خب خیلی طولانی و سختن بعضی وقتا به این مورد صحبت بکنی که چطوری یاد میگیری چگونی به این چیزها قلبه میکنی ممکنه توی سپیکینگ پارت دوی آیلز بیاد از شما بپرسه که در مورد یک مشکل درسی صحبت کن که تونستی حلش بکنی حالا بعد بگی مثلا مشکل درسی چی بوده کی با این مشکل برخوردی چطوری حلش کردی و الان چه حسی نسبت به موضوع داری و شما اگر که این موضوع رو کار کرده باشید واسه اون روز مبادا خودتون رو دارید آماده می کنید لطفا حتماً حتما ویدیو رو پاس بکنید و با ایده های خودتون کلمات خودتون ایده های من این سه تا پاراگراف و کلمات و عبارات جدیدی که براتون اینجا هست خودتون هم یک پاراگراف دو تا پاراگراف سه تا پاراگراف بنویسید بازم میگم اگر که توی گروه تلگرام هم بذارید فیدبکش رو حتما میگیرید خب در قسمت 1.3 میگی که بیا و معادل این یک تا هشت رو توی این متن پیدا کن بیاین با هم دیگه انجام بدیم describe someone who studies a lot این کلمه یک نفر رو توصیف میکنه که خیلی درس میخونه. ببینید میتونید پیداش بکنید. چی همون خط اول. آفرین. استودیوس. استودیوس که از فعل استادی میاد. استادی درس خوندن. استودیوس یعنی درس خون. پر تلاش. Things that stop you from working. اینو خیلی راحت باید بتونید جواب بدید. چیزایی که جلوی کار کردن و درس خوندن شما رو میگیرن. مثلا میگه دیسترکشن و چون اینجا میگه things ما یه جمع اینجا بذاریم دیسترکشن a sound you can hear but do not actively listen to صدایی که میشنوی ولی ولی فعالانه بهش گوش نمیدی پس زمین هست آفرین میشه background noise two different types of homework or school task. دو تا مشق مدرسه یا تکلیف مدرسه یا دانشگاه که به شما میدن یکیش ممکنه پروژکت باشه یکیش هم اساینمنت هست پروژه که مشخصه مثلا شما اگه معماری میخونید توی دانشگاه ممکنه استاد بهتون یک پروژه رو بهتون بده و بگی که مثلا پلان یک چه میدونم آپارتمان 100 متری و مثلا برو بکشو بیا یک پروژه است و اساینمنت هم همون تکلیف دیگه حالا ما توی مدرسه سطوح پایین تر از دانشگاه با کلمه هومورک بهش اشاره می توی سطوح اکادمیک دانشگاه از کلمه اساینمنت استفاده می کنیم که مثلا اگه دارید زبان می توی دانشگاه استاد بهتون میگه که برو یک مقاله بنویس و بیا این یک اساینمنت هست خیلی وقتا هم ممکنه که overlap داشته باشن هم پوشانی داشته باشن ولی خب ما از هر دو به عنوان یک تکلیف درسی میتونیم استفاده کنیم to study for an exam این که برای یک ای امتحان درس بخونی اسمش revise هست بچه ها um, another word for syllabus کلمه کریکیولم هست سیلاب درسی سلاب درسی curriculum یعنی محتوای درسی بچه ها curriculum مثلا ما, وقت, ما وقتی مثلا میریم دوستان یک محتوای درسی از قبل تعیین شده وجود داره که معلم ها بر اساس اون تدریس میکنن خودشون همینجوری هرچی دلشون خواست تدریس نمیکنن ما بهش میگیم کریکولم حواستون باشه سیلابس بچه ها مثلا معلم که میاد سر کلاس شما یک ساعت و نیم میخواد تدریس بکنه میاد هر کدوم از مثلا 15 دقیقه این کار رو انجام بدم بیست دقیقه این کار رو انجام بدم نمیدونم پنج دقیقه این کار رو انجام بدم این میتونه تحت عنوان لسن پلان یا مثلا سیلابس بیاد مثلا سیلابس و کریکولم معنای مشابهی با هم دیگه دارن anyway uh, to check your work که چک بکنیم چقدر یاد گرفتی چقدر خوندی کلمه ریویو رو بچه ما استفاده میکنی to do something with great difficulty یعنی انجام کاری برات سخت باشه اینجا از کلمه struggle استفاده میکنیم اوکی okay, که ما توی این متری که اینجا دارید میبینید اوکی okay. uh, و متن‌های بالاتر فکر میکنم ازش استفاده کردیم مثلا شما به جای I have always found learning a new vocabulary چی شد؟ کردم I have always found learning new vocabulary to be a challenging task من اینجا از فعل struggle استفاده کنم I have always struggled with learning new vocabulary یادگیری کلمات جدید همیشه برام دشوار بوده هنوز برام همیشه برام سخت بوده uh, anyway uh, بریم سراغ قسمت 1.4 خیلی ساده است بچه ها این تمرین میگه که بین دو تا گزینه دو تا انتخابی بهت دادم گزینی درست رو انتخاب کن قبلش بچه ها کاری به 1.4 کاری به جملات 1 تا 8 نداشته باشیم یه توی یه باکس سبز کمرنگ یک توضیحی به ما میده میگه کلمه نو no already have the information نو no, یعنی دونستن شما اطلاعات رو داری بلدی اوکی ولی find out یعنی get the information یعنی بری یاد بگیری بری اطلاعات رو به دست بیاری اوکی پس نو no, یعنی میدونی الان میدونی uh, ولی find out یعنی تازه بری بفهمی uh, مثلا uh, میگم این کلمه رو بلدی میگه آره بلدم میگه I know that uh, ولی ممکنه میگم این کلمه رو بلدی میگی نه نمیدونم الان میرم دیکشنری که معنیش بفهمم اینجا میتونید از کلمه find out استفاده بکنی um, کلمه study میگه learn about a subject through books or a course یعنی شما در مورد یک موضوعی از طریق کتاب یا یک کورس um, یه چیزی رو یاد بگیری یه موضوعی رو یاد بگیری I'm studying law دارم حقوق میخونم I'm studying for my exams دارم واسه امتحانم میخونم میگه we don't use any other prepositions after study ما بعد از کلمه study فعل study حرف اضافه استفاده نمی کنیم همونطور که میبینید بینید نوشته I am studying about law اشتباهه باید بگیم I am studying law learn uh, چیه میگه get new knowledge or skills میگه یک دانش جدید یا مهارت جدید یاد بگیری I'm learning English. I'm learning to knit. دارم زبان یاد میگیرم، انگلیسی یاد میگیرم. دارم نیت uh, بچا بافتنی. Uh, دارم بافتنی یاد میگیرم. Note that we say you are taking a course not learning a course. کالوکیشنی که با کلمه کورس میاد فعل تیک هست اگر که شما مثلا یه کورس آنلاین برداشتی میگی I am taking an online course نمیگی I am learning uh, an online course اوکی بذارید اینجوری اینجا براتون بنویسم I am uh, taking an online course. نمیتونم بگم I am learning an online course. البته میتونم بگم I am learning مثلا English through an online course. از طریق یک کورس آنلاین دارم انگلیسی یاد میگیرم. ولی مستقیما نمیتونم بگم I am learning an online course or I am learning a course okay. پس تفاوت استدی بچه ها و learn این شد که استدی یعنی در مورد به اصلاح یک موضوع یک سابجکتی مثلا پزشکی پرستاری حقوق ادبیات از طریق کتاب یا گذروندن یک دوره داری چیکار میکنی یه رو یاد میگیری میشه استدی مثلا شما میگی I'm studying medicine دارم پزش، پزشکی دارم میخونم I'm studying architecture دارم معماری میخونم ولی learn یاد گرفتن یه مهارت جدید یا دانش جدید رو یاد گرفتن I'm learning English I'm learning to knit uh, NB preposition این NB چه جالبیه NB یعنی نوتا بینه یعنی حواست باشه یک کلمه یه لاتینه اگه اشتباه میکنم عبارت لاتینه نوتا بینه prepositions after learn ما اون حروف اضافه ای که بعد از کلمه learn میاریم اینا هستن learn about learn from or learn to for example i learned a lot from this course من نمیگم i learned a lot with this course با این دوره کلی چیز یاد گرفتم ما چون توی فارسی بعضی وقتا عینی ترجمه میکنیم مثلا میخوای بگی با این دوره ای که رفتم کلی چیز یاد گرفتم ممکن توی انگلیسی هم از کلمه with استفاده کنیم ولی درستش from هست از این دوره کلی چیز یاد گرفتم I learned a lot from this course learn about و learn to رو هم بچه ها خودتون توی دیکشنری چک بکنید و مثال رو ببینید خب قسمت اول من دیگه نمی نمیستم صرف هم می خونم از روش براتون اول شما بگید بعد من میگم number one I would really like to learn about or study about the ancient Egyptians خب اینجا با تعجب چیزی که توی این باکس داشتیم خب study about اساسا اشتباهه learn about میخوام یاد بگیرم در مورد مصریهای های باستان number two We need to find out or know where to buy the tickets for the concert. خب اینا میگه لازمه که بفهمیم این مسئله رو پس نمیدونن پس نمیتونم از کلمه نو no استفاده کنم از کلمه find out استفاده میکنم I got into trouble at a school because I didn't know or because I didn't find out my multiplication tables خب جد multiplication table یعنی جدول ضرب دیگه درسته دیگه به درد سر افتادم توی مدرسه چون که جدول ضرب رو نمیدونستم I didn't know uh, my multiplication tables 4. I did well in the test because I had known or I had learned how to spell all of the words on the list. چی میشه بچه ها؟ Okay, آفرین. Learned. How to do something. بچه کالوکیشن خیلی خوبیه. To learn. To do something, yeah to learn how to do something. As and I'm learning to drive. I'm learning how to drive. Okay. Um قسمت excuse me do you find out or know where the nearest post office is میدونی نزدیکترین اداره پست کجاست میشه no do you know where the nearest post office is it was difficult for me to study at home because we didn't have a lot of space 7 i want to learn how to drive a car and number eight I think you can only really learn from experience گفتیم ما از حرف اضافه with برای learn استفاده نمی کنیم learn from experience یعنی به نظر من تنها راه واقعی یاد گرفتن اینه که از تجربه یاد بگیریم اوکی؟ خب آیدوارم که تا اینجای کار با من همراه بوده باشید اگر که وقت دارید انرژیش رو کماکان دارید که با من ادامه بدید و مبحث ایژوکیشن رو هم با همدیگه بررسی بکنیم اما اگر که خب خسته شدید یا وقت ندارید یا ممکنه اطلاعاتی که تا الان یاد گرفتید براتون خیلی زیاد بوده باشه و نیاز به مرور کردن دارید هیچ اشکالی نداره الان ویدیو رو پاس بکنید فردا پس فردا شب یه تایم دیگه ای که سر حال هستید بیاین و ادامه بحث رو با من دنبال بکنید خب بریم سراغ مبحث ادویکیشن توی قسمت 2.1 بچه ها اومده یه متنی رو به ما داده و یک پرسش و پاسخی بین تیچر و استیودنت داره اتفاق میفته معلم یه سوال رو داره میپرسه و اون دانشجو یا دانش آموز هم داره جواب میده بعد در پاسخی که این دانشجو یا دانش آموز داره ارائه میده یک سری کلمات به صورت ایتالیک کج نوشته شدن نگه به جای اون عباراتی که ایتلیک نوشته شدن بیا یه کلمه استفاده کن یه کلمه دیگه استفاده کن این رو بیاییم با همدیگه انجام بدیم تمنه خیلی ساده ای هستش ام Teacher, can you tell me about your early education? Student, well I went to school for very young children from the age of four خب a school for very young children بچه‌ها اسکول فور وری یانگ چیلدرن مدرسه برای بچه های خیلی کوچیک همون کیندرگارتن هست دیگه مهد کودک درست میگم بذارید من میبرم قسمت بعدی کیندرگارتن مهد کودک From the age of four, and I remember that I didn't enjoy it very much at all. My from the age of five to eleven, school was a little better. Addressi ke dar sena 5 to Yos saligi miraftam yemekhtar behtar bot hoadam. 5 to 12 saligi debestandige. Oh, can we say primary school? Or elementary school? was a little better, especially because mom اون قسمت اونه که بچه که سنشون سن پایین تر بوده. اینجا از کلمه جونیر بچه ها میتونیم استفاده کنیم. جونیر سینیر. این کلمه جونیر رو برای مثلا سری از برنامه نویس هم می استفاده میکنه. به برنامه, برنامه نویس کم تجربه که مثلا تازه وارد این کار شده میگن جونیر developer a junior programmer ولی به یک برنامه نویسی که تجربه خیلی زیادی داره و سنش هم معمولا خیلی بیشتره از کلمه سینیر استفاده میکنه a junior web developer a senior web developer که خب درامت های خیلی بالاتری هم دارن سینیر ها uh, and she was actually my teacher in first level okay. به level میتونم از کلمه grade استفاده کنم مقطع اول

I didn't see very much of her. After that, I was lucky enough to receive a chance to go to school without paying fees. Uh, in um shans ro dashtam ke betune ke pool bedam beram to receive a chance to go to a school without paying fees any yani, uh in shans baraye man peydashud ke betune یه مدرسه دیگه که اینجا ما از کلمه scholarship بورسیه یا از کلمه grant بچه ها میتونیم استفاده کنیم. scholarship or grant for a very good uh, from uh, age 11 to 18 school مدرسه ای که بچه های 11 تا 18 ساله میرن بچه ها بهش میگیم چی؟ high school همون دبیرستان خودمون که توی چیز uh, ما توی بریتیش انگلیش توی بریتانیا uh, بهش میگیم سکندری uh, سکول Uh, my parents couldn't have afforded to send me to a not free school. پدر مادرم توانایی مالیشو نداشتن که منو بفرستن به یه مدرسه خصوصی. اینجا میتونیم از کلمه پرایوت استفاده کنیم بچه um, So it was a really great opportunity for me It was only for one sex school این مدرسه فقط برای یه جنس بوده فقط برای پسرها یا فقط برای دخترها بوده که اینجا میتونیم از کلمه سینگل sex بچه استفاده کنیم تک جنسیتی So there were no boys بنابراین پسری در کار نبود

و در مورد دوران تحصیلتون مدرسه دبیرستان ابتدایی این دوران سعی کنید از این کلمات استفاده کنید و یک متن رو بنویسید و گفتنش رو تمرین بکنید خب بریم سوال قسمت 2.2 word building اینجا موضوع درسی رو به ما داده subject بعد اومده اون شخصی که اون موضوع رو میخونه یا توی اون موضوع تخصص داره رو داره به ما میگه و میگه که صفتش هم چیه یک دو سه چهار پنج شیش هفت پنج نه ده یازده دوازده خب ما سه ست تا ستون داریم دوازده تا ردیف داریم یه این جدول اینجا داشته باشیم فعلا اینجا ده تا بیشتر به ما نمیده ایرادی نداره بعدا اضافه سابجکت اون موضوع درسی پرسن uh, اون آدمی که اون رو میخونه یا توش تخصص داره و صفت مرتبط با این موضوع هم بردش هم بکنم Adjective. خب بچه ها فکر کنم بلد باشید ولی مرورش خالی از لطف نیست architecture. یکی از کلماتی که معمولا خیلی از بچه ها با تلفظش مشکل دارن من تلفظ اشتباه رو نمیگم چون که در آموزش تلفظ اشتباهه که اون تلفظ اشتباه رو یادآوری بکنیم ولی خوب دقت کنید ببینید که این کلمه چجوری تلفظ میشه architecture 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 بعد از من تکرار کنید لطفا architecture آفرین architecture architecture architecture, architecture. اوکی ام، حالا اون شخصی که معماری میخونه یا معمار هست به معمار هست میشه چی آرکیتکت تکرار کنید آرکیتکت آرکیتکت و اون صفتش میشه چی آفرین آرکیکrآرکیتکتural یک بار دیگه aرکیتکtur architect architectural بعد از من تکرار کنید architecture آفرین architect مرسی architectural مرسی کلمه بعد بچه ها archaeology باستان شناسی archaeology میبینید بچه ها اینجا ch به صورت که تلفظ میشه اینجا هم همینجور آر آرکیتکچر آرکیولوژی اون شخصی که باستان شناسه رو میگیم آرکیولوژیست آرکیولوژیست و صفتش میشه آرکیولوژیکال آرکیولوژیکال باستانشناسانه، شناسانه همچنین ترجمه میشه براش گذاشت بایولوژی biology biology اینم خیلی دا تلفظ اشتباه دارن بایولوژی اون زیستشناس شناس بچه میشه بایولوژیست و صفتش هم میشه بایولوژیکال زیست یا زیست شناسی به عنوان یک صفت اکنامکس um, علم اقتصاد بچه ها اکنامکس وقتی که آی سی اس آخر یک چیز میاد یعنی اون علم مثل ماتماتیکس علم ریاضی فیزیکس علم فیزیک اکنامکس علم اقتصاد اکنامکس اون اس اگه نیاد صفت بچا اکنامیک یعنی اقتصادی وقتی میگید اکنامکس یعنی علم اقتصاد ممکن شما توی دانشگاه اقتصاد میخونی باید بگی آی ام استادینگ at ات و اون شخصی که صباگیم اقتصاد دانه اکونومست اکونومست و صفتش هم بچا میشه اکونومیک اکونومیک دقت کن بچا اکانمیکس 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 ام اکونومست و اکونومیک economic economic تفاوت تلفظ دقت بکنید بچه بچا اقتصادی مثلا میگیم مشکلات اقتصادی ایکنامیک ما صفت اکنامیکال رو هم داریم economical که خیلی من میبینم بچه ها. اشتباه ازش استفاده میکنن ما economical problems نداریم بچه ها problems داریم economical یعنی اقتصادی به معنای مقرون به صرف بودنش خب مثلا میگیم لامپایی که برق کمتری مصرف میکنن اینا ایکنامیکال هستن یا سفر کردن با مترو خیلی ایکنامیکال تره تا حالا تاکسی دروس گرفتن یا تاکسی گرفتن یعنی مقرون به صرفه ولی ایکنامیک یعنی اقتصادی به معنی مثلا مشکلات اقتصادی اکونومیک پرابلمز جیولوژی زمین شناسی اون شخصی که زمین شناسه رو میگیم جیالوجست و جیولوجیکل جیولوجیکل um, جغرافی جغرافی دان جیوگرافیست و مربوط به جغرافیا جغرافیایی بگیم جیوگرافیکال بریم سراغ کلمه بعد uh, جرنل... جرنالیزم 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 خبرنگاری اون شخصی که خبرنگاره میشه جرنالیست جرنالیست و صفتش میشه جرنالیستیک جرنالیستیک قسمت بعد uh, languages زبان اوکی okay. پس که زبان شناسه میشه linguist linguist لینگو، Lingu. linguist زبان شناس و صفتش هم میشه linguistic لا حقوق اوکی کسی که حقوق خونده رو میگیم لایر وکیل و صفتش بچه ها میشه لیگال، یعنی حقوقی اوکی؟ مثلا a مشاور حقوقی کسی که وکیله هم میتونید بگید he is a lawyer هم میتونید بگید he is a legal uh, advisor خب من دو تا چیزی دیگه هم اضافه کنم گرفتم با این هم اضافه کنم با هر یا uh, Math اون گفتم بچه سی اس که آخر کار میاد یعنی علم ریاضی Mathematician ریاضیدان Mathematician و Mathematical Mathematical برونه یک صفت ساینس که خب یعنی yani علم Scientist scientist دانشمند علم scientist دانشمند و scientific علمی اینها میشه حالت مختلف کلمات حالا در قسمت 2.3 بچه ها میگه که این تا جمله رو با یک کدوم از این کلمات کامل کن من جداگونه جملات رو نمی نویسم فقط اون کلمه ای که در جاهای خالی استفاده میشه رو هایلایت میکنم توی همین جدول نمبر وان بیاین با هم انجام بدیم I have always wanted to go on an archaeological dig to try to find fossils and ancient artifacts uh, بچه دیگ یعنی کندن برم یک کاوش uh, باستان شناسانه یا همچین چیزی و سعی کنم فسیل پیدا کنم و اشیاء تاریخی پیدا کنم بچه artifact یعنی چیزها اشیاء اون گلدون و نمیدونم قابلمه و اینا که از زیر خاک میکشن بیرون اونا آرتفکت به حساب میان پس اولین کلمه که خود کتاب به عنوان مثال انجام داده کلمه آرکیولوژیکال هست Have you ever seen a copy of the خود اون حرف اولم داره به ما میده Have you seen a copy of the plan for the new building architectural اجا. کلمه درست هست ما بعد از جای خالی کلمی پلان رو داریم یک نون یک اسم هست قاعدتا قبلش خیلی وقتا به یک صفت نیاز داریم architectural my daughter is a she speaks six different languages my daughter is a پیدا کنیم با هم دیگه آها. Uh -huh. linguist الاته بچه ها به کسی که شیشتا زبان بلده نمیگیم زبان شناس uh, مثلا من خودم علاوه بر انگلیسی آلمانی و فرانسه هم یکم بلدم هیچ وقت نمیگم من زبان شناسم زبان شناس بودن یه کاملا متفاوتیه احتمالا حالا اون مامان یا بابایی که گفته دخترم زبان شناست یه خیلی میخواسته از دخترش تعریف بکنه ولی کسی که چند تا زبان بلده رو بچه ها بگیم مثلا چهار تا پنج تا به بالا زبان بلده رو بهش میگیم پولیگلات یعنی کسی که چند تا زبان بلده uh, four. the government has a good um, policy I'm sure the recession will be over soon um, میگه مطمئنم که um, رکود به زودی تموم میشه I'm sure the recession will be over soon یک سیاست چی خوبی داره بچه ها سیاست اقتصادی خوبی داره من اکنامیک رو استفاده بکنم یا اکنامیکال خب مشخصه اکنامیک رو بعد استفاده بکنم um, I'm studying

I'm not very familiar with the of that part of the world که مشخص دیگه اون جی اول کارم به ما کمک میکنه جیاغرافی من ایچ وقت با جغرافی یا اون قسمت از دنیا آشنا نبودم خب بریم سوال قسمت بعد ریسرچ بچه ها قسمت 3.1 بازم میگم اگه که میخواین بعدن بیاین ادامه رو ببینید هیچ رو Uh, نداره ولی خب اگرم دوست داشتید که با من کماکان uh, ادامه بدید 3.1 you will hear part of a talk for students listen and complete the notes below write no more than two words for each answer قرار به یک لکچر یک سخنرانی برای بسیار دانشجو گوش و um, برای هر کدوم از پاسخ ها بیشتر از دو کلمه ننویسید یک کلمه نهایتاً دو کلنه. خب این تمرین رو احتمالا الان که این همه چیز یاد گرفتید خیلی راحت باید بتونید از پسش بر من فایل صوتی رو پلی نمی کنم در ویدیوها چون ممکنه مشکل کاپی رایت داشته باشه بچا بنابراین ازتون میخوام که ویدیو رو پاز بکنید و فایل صوتی رو چندین بار گوش بدید و به سوالات جواب بدید فقط قبل از اینکه گوش بدید یکی دوتا توصیه دارم این نمونه یک سوال لیسنینگ آیلتس است خب اول از همه بخونید جملات رو و تصمیم بگیرید که در جای خالی به چی نیاز دارید آیا اسم فعل صفت قید ما به چی نیاز داریم و یه جورایی هم سعی کنید حدس بزنید ممکنه اون کلمه خاصی که قرار من اینجا بنویسم چی میتونه باشه خیلی وقت بچه ها حدسمون درست عذاب در میاد همه این جا خالی رو هم بچه ها بخونید همین جملات رو بخونید با یک ذهن باز گوش بدید همین جوری شروع نکنید به گوش دادن به چند دقیقه به خودتون وقت بدین خوب بخونید تصمیم بگیرید که توی هر کلمه از جا خالی به چی نیاز دارین و گوش بدید و جوابها رو بنویسید بعد ویدیو رو پلی بکنید تا من یه توضیح کوچیک براتون بدم خب امیدوارم که گوش داده باشین و جواب داده باشین Uh, important considerations این چیزهای مهمی که باید در نظر بگیرید many students struggle to find a research topic یک موضوع تحقیقاتی پیدا کردن براشون سخته من struggle رو قبلا گفتم قاعدتا struggle رو اینجا هم باید بفهمیم writing a thesis is easier if you make the right choice اگر که نوشتن تز راحت تره اگر که تصمیم درست بگیری یعنی درست انتخابش بکنی You need to study the literature یا okay. yeah. current literature این نکته ای بچه ها هست کلمه literature دو تا معنی دار خب ام... Um, کلمه اول یعنی ادبیات که مثلا میگم ادبیات فارسی uh, Persian literature ادبیات انگلیسی English literature ادبیات فرانسه فرنچ لیتریچر ادبیات چیزی که هم هممون باش آشنا هستیم کم اما لیتریچر به معنای دوم یعنی کتاب ها و مقالاتی که در مورد یک موضوع خاص نوشته شده خب مثلا شما میخوای یک تز در مورد اقتصاد بنویسی خب اول باید بری اون کتاب ها و مقالاتی که در مورد اقتصاد نوشته شده رو بخونی پس ممکنه یه نفر بهت توصیه بکنه که you need to study the current literature or you need to study the literature اینجا literature ادبیات نیست بچه یعنی اون کتاب هایی که در مورد اون موضوع تا الان منتشر شده. have a wide knowledge of your field of study knowledge من قبل از اینکه اینو گوش بدم و جواب بدم میدونستم جواب میشه knowledge چرا که wide knowledge یک collocation هست بچه ممکنه خیلی زیاد استفاده بشه establish what is relevant in your field جواب میشه relevant um, have a clear idea of the limits or scope of your study limits or scope یه خیلی مشخص از محدودیت و مطالعت داشته باشه Consider whether there are any controversies. In existing research. اول برو ببین که آیا کانتروورسی در اون تحقیقاتی که تا الان انجام شده وجود داره یا نه کانتروورسی بچه ها یعنی یه چیزی که در مورد زیاد بحث میشه چیزی که بحث برانگیزه حقوق زنان نمیدونم حقوق حیوانات آلودگی محیط زیست Uh, نمیتونم climate change اینا کانتروورسی هستن موافق و مخالفان زیادی ممکنه که داشته باشه پس کانتروورسی کانتروورسی think about your financial resources carefully and ask about funding or grant from outside sources funding or گراند که همون شاید مثلا بگیم آه, چیز میشه دیگه بورسیه او funding or grant from outside sources اینجا outside بچه ها یک صفت یعنی از منابع خارجی ask your tutor to check your results اوکی okay. خب من مطمئنم اگه تا اینجای ای کار خوب دنبال کرده باشید ویدیو رو 90 درصد این سوالات رو درست جواب دادید و لیسنینگ آیلتس بچه ها همین ممکنه همین نمونه سوالات لیسنینگ آیلتس باشه برای همین تاکید دارم که تک تک تمرین ها رو درست انجام بدید در تمرین 3.2 بچه ها میاد ازتون میخواد که اون کلماتی که توی اون باکس به صورت ایتالیک نوشته شدن رو, رو بنویسی برای خودت و اون کلمه ای که میشنوی و معادل این کلمه هست رو بنویسید اینجا خب مثال اینجا after graduationی ای که اومده توی مت خب یه عنوان دارید میبینید continuing your studies after graduation writing your dissertation خب حالا after graduation چیزی که میشنوید توی فایل صوتی post graduate هست post graduate کلمه عبارت after graduate after graduation با کلمه post graduate یکی هم معنی هستن اینجا کلمات دیگه ای که نیاز دارید معادلشون رو پیدا بکنید یکی کلمه dissertation هست uh, is easier کلمه wide field of study establish consider think about results من دیگه نمی‌خوام اینا رو جوابشو بدم خودتون اول سعی کنید که معادل این چند تا کلمه رو توی فایل صوتی پیدا بکنید یه بار دو بار سه بار هر چند باری که خواستید گوش بدید سعی کنید که پیدا بکنید جواب رو با آخر کتاب چک بکنید اگر موردی بود که متوجه نشدید توی گروه تلگرام از من حتما بپرسید قسمت تلفظ تلفظ معمولا بچه ها خیلی بهش توجه نمی یه تمرین تلفظ داره و استرس کلمه رو میخواد به ما یاد بده کجای کلمه باید استرس بذاری من این کلمات استرسشون رو بهتون میگم و در اون سمپلی که در مورد اسپیکینگ پارت دو هست از این کلمات استفاده کردم که علاوه بر اینکه تمرین لغت باشه تمرین تلفظ هم براتون باشه بچه خب بیایم تا با همدیگه استرس این کلمات رو یاد بگیریم کلمه اول اکدمیک اکدمیک کجا میشه بچه ها؟ روی این میاد استرس اکدمیک 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 اوکی؟ یعنی اکادمیک دیگه اوکی؟ کلمه دوم اساینمنت 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 okay, okay. Assignment. 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 okay. Assignment. کلمه سوم بگید خودتون یه بار کجاش میشه consideration 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 استرس میاد اینجا روی ای قرار میگیره استرس بچه اول کاره Concentrate. Concentrate. تکرار کنید concentrate اگه تفاوت استرس اشتباه رو بدونید من یه بار با استرس اشتباه میگم توصیه نمی کنم که معلم ها بگن استرس اشتباه یا تلفظ اشتباه رو صرفا میخوام بفهمید چه تفاوتی داره با استرس درست بچه ها میشه concentrate ولی با استرس اشتباه که خیلی از بچه ها میگن میشه میگن اشتباهه concentrate استرس باید بیاد روی قسمت اول این کلمه کلمه بعد من دو بار می نویسم بچه ها اینو. چرا که در امریکن انگلیش و بریتیش انگلیش استرسش متفاوته اگر که بریتیش انگلیش باشه بچه ها یعنی انگلیسی بریتانیایی باشه استرس در قسمت اول قرار می‌گیره کنه controversy controversy ولی اگر امریکن باشه بچه میشه controversy controversy okay? controversy اینجا میشه بچه یه جورایی استرس اینجا قرار میگیره controversy و اینجا ما اینو آ تلفظ میکنیم controversy controversy ولی اینجا سی او شبیه به شوا ا, آ. controversy اینجوری تلفظ میشه قسمت بعد conduct conduct اینجا میشه بچه conduct 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 کلمه بعد distraction 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 اوکی okay? کلمه بعدی دزرتیشن دزرتیشن تیشن تیشن اوکی دزرتیشن کلمه بعد economist 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 اکانومیست استرس اینجا میگیره کلمه بعدی educational 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 استرس اینجا هست بچه‌ها educational کلمه بعد educated educated استرس اول کار قرار می‌گیره بچه‌ها educated باز برای اینکه ایده بگیرید که استرس اشتباه یعنی چی بعضیا میگن educated educated این اشتباهه educated educated اصلا تون باشه کلمه بعدی research 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 اینجا استرس قرار میگیره که اینجا به عنوان یک نون استفاده شده research thesis 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 استرس بچه ها اینجا هست عملا thesis ام یه نکته جالب بهتون بگم یه سری کلمات وقتی که با آی, ای اس تموم میشن مثل اینجا اون آی اس تبدیل به ای اس میشه در حالت جمعش پلورال اوکی و استرس جاش عوض میشه یعنی من اینجا چون مفرده میگم thesis thesis دقت کنید این آی اینجا به صورت ای کوتاه تلفظ میشه thesis 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 ولی اگه جمع ببندم استرس جابجا جا میشه و میاد اینجا thesis thesis thesis, thesis". استرس جابجا جا میشه این مثال دیگه اگر به ذهنم بیاد analysis 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 اوکی okay? استرس اینجاست analysis analysis این آی میخواد جمع بشه تحلیل ها میگیم analysis analysis استرس جاش عوض میشه اینجا قرار کلمه بحران رو احتمالا میدونید کرایسیس 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 استرس بچه ها اول کار داره قرار میگیره کرایسیس این آی هم ای کوتاه هست کرایسیس ولی وقتی جمع میشه تلفظش میشه کرایسیز کرایسیز تکرار کنید کرایسیز یک بار دیگه با من تکرار کنید از اول thesis 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 تحلیل Analysis Analysis جمعش بشه تحلیل ها Analysis Analysis بحران مفرد Crisis Crisis بحران ها جمع Crisis Crisis Okay um, بریم سراغ کلمه بعد Theory 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 Okay که استرس اینجا هست بچه Theory theory و کلمه آخر theoretical theo theoretical theoretical reticle reticle theoretical من یه بار از اول دونه دونه براتون میخونم بعد از من لطفا شما هم تکرار کنید academic academic assignment assignment consideration consideration concentrate concentrate controversy british english controversy 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 conduct 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 distraction distraction dissertation dissertation economist 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 educational educational educated 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 research research thesis 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 analysis analysis anal analyses analyses crisis crisis crises crises theory theory theoretical, theoretical. خب مباحث این درس بچه ها به پایان رسید خب حالا از شما من دعوت میکنم که یک یه مروری بکنید دوست داشتید ویدیو رو مجددا ببینید تمامی چیزایی که جدید یاد گرفتین رو یه گوشه واسه خودتون یادداشت بکنید و چیز حدود فکر میکنم ده دقیقه وقت بذارید و این تمرین ریدینگ جنرال رو هم حتما حتما انجام بدید این انجام این تمرین باعث میشه که یاد بگیرید که یادگیری لغت چگونه میتونه در ارتقاء نمره ریدینگ شما کمک کنه. علاوه بر این بچه ها من اومدم یک تمرین سپیکینگ هم اینجا خودم اضافه کردم You describe an experience or meeting you had at university. You should say what it was when you had this experience or meeting, where you had this experience, and explain why this experience or meeting had an impact on you. <laughs> ایده هایی که رفتم خودم توی اینترنت سرچ کردم و کلا کلمات و عبارت های خوب من اومدم چه کردم یک نمونه رو اینجا نوشتم خیلی براتون توضیح نمیدم صرفا یک بار از روش میخونم As a graduate student in economics I was tasked with writing a, th uh, writing a thesis اون کلماتی هم که اونجا استرسشون رو یاد گرفتیم و براتون هایلایت میکنم As a graduate student in economics, I was tasked with writing a thesis that explored a theoretical controversy in the field of economic research. As a graduate student in economics, I was tasked with writing a thesis that explored a theoretical controversy. In the field of economic research, my dissertation focused on the debate between classical economics uh, and Keynesian economics, and I conducted most of my research in the library at my university. Concentrating on the subject matter was difficult as I found myself easily distracted by my surroundings and my own thoughts. To counteract these distractions, I would take frequent breaks and practice mindfulness exercises to clear my mind and stay focused. As an educated economist, I made sure to consider the various arguments on both sides of the controversy and to approach the subject matter matter with an open mind. I also drew upon my background in educational theory to develop a research methodology that would allow me to analyze the data or data and come to a reasoned conclusion. The impact of this research was significant as it allowed me to gain a deeper understanding of the theoretical underpinnings of economics and to develop my own perspective on the controversy. It also taught me the importance of conducting thorough uh, and well-researched analyses, analyses in order to contribute meaningf uh, meaningfully to academic debates and to, to the field as a whole. معانیشون من فقط بهتون یه ایده بدم عبارت I was tasked with برید سرچ بکنید ایتالیکش هم بکنم I was tasked with این رو سرچ بکنید توی گوگل to be tasked with doing something ببینید معنیش چی میشه دیگه چی داریم Counteract. Let's search for it. To counteract something. Something. I will find it Google or dictionary. Um else do I also drew upon my background. Let's search on it. To draw upon something. To draw upon something. Um... To give the impact of in a search query to gain an understanding or to gain a deep understanding of something. that's a bit of appreciation understating, but it's appreciation, the point, to gain a deep appreciation or to gain a deep understanding. search query, manchester pay coin it. underpinnings این هم کلمه خوبی میتونه باشه وقتی در مورد اقتصاد داریم صحبت میکنیم اینجا کلمه thorough بچه ها دقت بکنید ما ممکنه به اشتباه بندازه تلفظش چون خیلی شبیه کلمات دی... چند تا کلمه دیگه هست thorough thorough بچه thorough یعنی کامل جامع و شامل اینو صرفا خودم دایتون گفتم چون یک صفته thorough و همین دیگه خب این چیزایی که گفتم و خودتون برید وقت بذارید و سرچ بکنید معنیاشون رو پیدا کنید بعد از اینکه این, این کار رو کردید با استفاده از ایده های خودتون کلمات ساده ای که خودتون بلدید چیزایی که توی این درس یاد گرفتید و ایده های من سعی کنید که به این سوال سپیکینگ پارت دو هم جواب بدید توصیه میکنم بعد از که خوب درساتون رو خوندید و خواستید شروع کنید به حرف زدن صداتون رو ضبط کنید صداتون رو که ضبط کردید خودتون به خودتون گوش بدید وقتی این کار رو انجام میدید خودتون خیلی از اشتباهات رو متوجه میشید اون جاهایی رو که اشتباه داشتید لغت گرامر تلفظ هر چیزی که هست یه جا یادداشت کنید و بعد دوباره بگید بعد دوباره صداتون رو ضبط کنید سه بار ضبط کنید چهار بار ضبط بکنید اینقدر این کار رو انجام بدید تا حداقل خودتون از خودتون راضی باشید بعد حتما حتما از یک دوستی که سطح زبانش از شما خیلی بهتره یا از یک معلم بخواین که چیکار بکنید بهتون فیدبک بده با فیدبک ها هست که شما در رایتینگ و اسپیکینگ میتونید ارتقا پیدا کنید از اینکه تا اینجا این ویدیو با من همراه بودید و برای شما که فایل سوت رو گوش میدید از اینکه تا اینجا با من همراه بودید ازتون ممنونم لطفا در کانال من سابسکرایب بکنید اگر که دوست داشتید با من کلاس زبان انگلیسی و یا کلاس آمادگی آزمون آیلس داشته باشید میتونید از طریق وبسایت زیک که لینکش رو در قسمت توضیحات میذارم و یا بقیه راه های ارتباطی که لینک هاشون در قسمت توضیحات هستن با من در ارتباط باشید و یک جلسه مشاوره و تعیین سطح رایگان با من داشته باشید امیدوارم که روزها و شبهای خوبی رو در پیش داشته باشید به زودی با قسمت بعدی که یک مرور این پنج, در پنج درس هست در خدمتتون خواهم بود